سلام امیدوارم حالتون خوب باشه خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه در واقع جلسه دوم آموزش ایلاستریتوره قبل از اینکه وارد مباحث اصلی بشیم در مورد دو تا نکته مهم هم صحبت بکنیم تا در ویدیوهای بعدی به ادامه ماجرا بپردازیم امروز می‌خوایم در مورد پیمایش در صفحه صحبت کنیم منظورم هم زوم اینه هم زوم اوته و هم پن کردن روی تصویر طبیعتا اگر شما با در افزار فتوشاپ آشنا هستین به این مسائل آشنایین هیچ فرقی تقریبا نداره با فتوشاپ حتی شورتکات ها هم یکیه و همین الان میتونید دست از دیدن این ویدیو بکشید اما اگر آشنا نیستین با این مقوله و با فتوشاپ هم کار نکردین تا به حال لطفا همراه ما باش خب اساسا ما گفتیم یکی از برتری های وکتور نسبت به پیکسل بیس بودن گرافیک اینه که زوم کردن توش تأثیری نداره و باعث افت کیفیت نمیشه چون بردار هست برای همین شما ممکنه خیلی با علمان هایی کار کنید که پر باشه بزرگ باشه و نیاز باشه رو قسمت های مختلف تصویر زوم کنین خب زوم کردن توی ایلاستریتور یه شورتکات داره با دکمه Z و اینجا یه ابزار هم داره که میتونید روش کلیک کنید موس میبینید به چه شکلی در میاد میتونید برگ کنید و موستون همینجوری شروع کنه جلو رفتن تا اینکه من دستم از رو موس بردارم یه کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینه که موس رو فشار بدین و به سمت راست یا پایین یا همزمان راست و پایین برین که این باعث زوم کردن میشه و برعکسش باعث زوم اوت نکنید الان داره میره پایین الان میاد بالا من اگر برم بالا یا چپ زوم اوت میکنه و بیام پایین یا راست زوم این میکنه این یکی از روش های زوم کردنه اگر میبینید که این اتفاق براتون نمیفته یعنی به این راحتی زوم نمیشه برای شما یه هم میپره و این افکت انیمیشن مانند رو نداره خوبه که بیاین توی ادیت پرفرنسز و توی پرفورمنس چک کنید ببینید این تیک خورده یا نه طبیعتا اگر گر کارت گرافیک داشته باشید مثل من که لپتاپ هم کارت گرافیک 2070 داره و نرم افزار کارت گرافیک شما رو شناسایی کرده باشه این تیک ها باید خورده باشه اگر نه ببینید مشکل از کجاست و چجوری میتونید رفعش کنین شاید کارت شناسایی شده فقط این تیکا ها نخورده خلاصا با بازی تو این قسمت احتمالا بتونید مشکل رو برطرف کنید یه شورتکات خیلی مهم کنترل صفر هست که باعث میشه فیتشین روی پروژه من کنترل صفر رو فشار میدم از رو کیبورد ببینید فیت میکنه پروژه رو توی صفحه و اگر این شورت های مربوط به زوم رو یادتون رفت میتونید از تو تب ویو بیاین به این قسمت نگاه کنید زوم این و زوم اوت شورتکات هم داره کنترل مثبت و کنترل منفی باعث این زوم کردن و زوم اوت کردن میشه کنترل سفت هم فیت کردنه و از اینجا اگر شورتکات رو فراموش کردید میتونید یادآوری بکنید برای خودتون این حالت دوم مال وقتی که ما چند تا آرت بورد داریم حالا الان ما فقط با یک آرت بورد داریم کار میکنیم توی درسای انتهای این روند آموزشی هستش حالا بعدا بهش میرسیم یه مشکل شایی هم که برای ما ایرانی ها معمولا پیش میاد اینه که هر چقدر کنترل صفر میزنید یا کنترل منفی یا کنترل صفر عمل نمیکنه دلیلش اینه که کیبوردتون روی فارسی هست بعد آلت و شیفت رو که معمولا نگه میدارین زبون عوض میشه بعد رو انگلیسی باشین تا این کار بکنه اگر میبود کار نمیکنه احتمالا مشکل از اینه خب چیزی که میمونه در موردش صحبت کنیم پند طوله که باعث میشه شما بتونین توی صفحه پیمایش کنید مخصوصا اگر قبلا زوم کردین و الان میخواین حرکت کنید توی صفحه همینجا چون دارم میبینم یه چیز ریزی اینجا دقت کنید که من چقدر میتونم اینجا زوم کنم و افت کیفیت نخواهم داشت خب اینم از این موضوع و آخرین موضوعی که بهش میپردازم پنل زوم هم. که توی ویندو میتونید ببخشید پنل نویگیت پیداش کنید و یه جا جاش بدین حتی این پایین همیشه گذاشتش چند تا کار میشه کرد با کلیک کردن این رو میشه زوم کرد میتونید این مستطیل رو روش تکون بدید تا اون جایی که دوست دارید زوم کنه و یه سری عدد پیشورزن اینجا داره برای زوم کردن و نمیدونم زوم اوت و اینجور چیزها هم دقت کنید که من کجاست موسم خیلی دیده نمیشه چون خیلی دیگه زومه کنترل صفر رو میزنم تا برگردم سر جام خب با انواع اقسام روش های زوم کردن و پن کردن آشنا شدین چیزی که مونت شورتکات هند بود هند تول بود که بگم بهتون هند تول شرطاتش که اچه یعنی اچه که میزنید شما میره رو هند تول و فقط کافی با موس حرکت کنید اما معمولا شما وسط کار میخواین جا بجاشین خیلی راحت میتونین اسپیس رو از روی کیبورد نگه دارین تا برین روی هند تول و راحت جابجا جا میشین به محض اینکه دستتون رو از روی اسپیس بردارید برمیگرده رو اون ابزاری که داشتیم باش کار میکردیم و این هم شورتکات خیلی بردی هست فکر می کنم برای امروز کافیه این آرت بوردی هم که اینجا می بینید این شبیه زمین بورد گیمه در واقع مسیر آموزش ماست که ما در واقع اینجا این خونه دوم رو و دوست داریم که تو این مسیر حرکت کنیم و با ایلاستریتور ای به شکل جامع آشنا بشیم البته که بعد از این آشنایی مقدماتی آموزش ادامه خواهد داشت تا به آموزش تخصصی هم برسیم خیلی ممنون که امروز هم همراه من بودین امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و اگر فکر میکنید در این مسیر با هم هم قدمیم و این آموزش کمک میکنه به شما حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید وقتتون بخیر خدا نگهدار